پیروز انتخابات دوره 11 همه ریاست جمهوری اسلامی ایران هنوز حدود یک ماهی مانده که رسما بر صندلی رئیس جمهوری ایران بنشیند اما سیل مطالبات گروه های مختلف اجتماعی از او تمامی ندارد روز جمعه هفتم تیر ماه جمعی از وبلاگ نویسان و کنشگران اینترنتی طی نامهای سرگشاده به حسن روحانی از او خواستند که ایجاد سازوکاری مناسب برای مدیریت اینترنت را در اولویت برنامه های خود قرار دهد. سایت جلس نزدیک به مخالفان دولت متن این نامه را منتشر کرده که 5800 نفر آن را امضا کردند. امضا کنندگان نامه نوشتند که در ایران وضعیت اینترنت به هیچ وجه مناسب نیست. اینترنت در ایران کند است. و نظام فیلترینگ افراد را از دسترسی به اطلاعات منع می کند. وبلاگ نویسان در این نامه با اشاره به استفاده نامزدهای دوره اخیر انتخابات از فضای مجازی و اینترنت به آقای روحانی نوشتند که حالا که میداند اینترنت آن هم از نوع پرسرعت و بیمحدودیتش چه اهمیتی دارد کاری کند که همه مردم بتوانند از این امکان بیشتر و بهتر استفاده کنند یک روز پیش از این هم 160 نفر از فعالان سیاسی اجتماعی حقوق بشر و دانشجویان محروم از تحصیل با ارسال نامه‌ای به آقای روحانی مطالبات خود را بیان کرده بودند در این نامه تبعیض تحصیلی صورت گرفته بر اقلیت‌های مذهبی دانشجویان ستارهدار و فعالان و منتقدان سیاسی نمونه ای از بلایا و محرومیت‌های گوناگون که موجب تأثیر شدید است عنوان شده امضا کنندگان نامه نوشتند که دولت احمدی نژاد در این سالها خاص بار دیگر انقلاب فرهنگی در دانشگاه های ایران بپا کند و بر تعداد دانشجویان محروم از تحصیل اضافه شده روندی که از دولت جدید انتظار متوقف کردن آن می رود 135 روزنامه نگار ایرانی هم در نامهای به حسن روحانی خواستار پایان یافتن بازداشت‌های غیرقانونی روزنامه و فشار بر خانواده های آنها تأمین امنیت حرفه‌ای رسانه ها. رفع توقیف رسانه های توقیف شده و بازگشایی انجمن سنفی روزنامه‌نگاران شده بودند. اساس این بحث اینه که مردم بدونن که آقای روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که کارهایی که از عهده مردم برمیآید را به خودشان واگذار خواهد کرد. امریکا از آن به عنوان امکان فعال شدن انجمنهای سنفی و نهادهای مدنی در دولت آینده ایران تعبیر شد. اما تا چقدر این برنامه امکان عملی شدن داشته باشد باید منتظر ماند و دید. کوروش صحتی صدای آمریکا